ماشاءالله بچه‌ها را خوب جمع شد. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیرین. چطور هستین بچه‌های خوب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در هر قریه، هر مردمی، هر کشوری، هر وطنی، بچه‌های خردسال اونها آینده مردم اونها هستند. بچه‌هایی که واقعا از تمام وجودشان، از صورتشان، از دستشان، از لباسشان فقر و محرومیت میباره. آیا این بچه‌ها واقعا در این منطقه که هستند، در این منطقه دورافتاده مکتب میخوانند یا نمیخوانند؟ آیا در این منطقه بسیار فقیری که مردم نان خوردن خود نداره مکتب وجود داره یا نه؟ آیا حکومت برای از ما کدام کاری انجام داده یا نه داده که اینا درس بخوانند؟ چون آینده کشور بستگی به درس از اینا داره و هر کشوری که باسواد باشه، هر جامعه که باسواد باشه، قطعا پیشرفت و ترقی و خوبی در او جامعه هستن. سلام علیکم، چطور آقا سید؟ خوبی؟ جان تو جارا بخیر، حال خوب، بخیر، خوش، بخیر، وقت خوش. خالیت اینجا هستن؟ میبخش مزایمت میشه به شما دیگه. خب آقا سید، پیش از اینکه در خانه بریم، اگر اینجا بیشینیم یک کمی قصه کنیم چطوره؟ بیا اینجا بیشینیم سید. آقا سید اینجا بیشه، این اینجا دست روی از سنگ بیشه. خوبه؟ روی از سنگ بیشه، هم تو بیشه که با هم. خوب خوبه. چطوره؟ خوبه؟ وضعیت زندگی چطوره؟ همه وضع همزی مردمی که ما میگرنم از ما بگم شاید در از ساحه که فقیرتر نباشه در شهر کابل. ما زیادتر همزی مردم که هستم در شهر که میره، حتی در سوهای برشی و قلاینه و حتی پل سخته، اکثر از مردمی که ما هر روز میبینم پدر افتاره اومنه، چون موتر در اینجنه، موترم از قلاینه و می دنیس برا تا میکنه در اینج نمیاره و دنیس برا هم که تا میکنه کروی موترش هم بلنده سوالی، چون فقر بیکاری است. کروی موتر حد اقل آل 15-20 رو پشته مگه تیل قیمت شده بالا رفته، بمزوجی حد اکثرا مال پدر رفته رو اومنه و این پدری که رفته رو میکنه خلاصه سر مردم مشکلات فشار میاد دیگه، به اصطلاح سرش فشار می، چون راه دور است. از این طرف تا قلاینه یک ساعت راه پیدا و از اون طرف از یک ساعت زیادتر است پیدا رفتن اونا. اولا که بودن اینجا دکان نبود، حالا دکان شده، حالا یک دو سه تا دکان شده، حالا دکان نبود و قبلا سودا رو مردم از اوری می ورد پشت خود، با سر مردم بسیار فشار می اومدن و زالا موتر هم اومدمون تا در ایستگاه آخر تا نمیکنه موتر نسپرات میکنه، کرای موترش قیمت است. مردم اکثرا پدر رفته رو میکنه، حتی تا پل سخته را تا شهر پدر رفته رو میکنه، مور و بر میگرده، چون اقتصاد نداره مردم. اکثرا بمزی خاطر که اینجا انتخاب کردن، باز خانه کرایش ارزان تر است. امزو جهت باز اینجا آمدن کرایش حداقل 800 1000 دمی سو هم است دیگه. باز فعلا هم اینجا اکثرا نمون دمزی حال آدم کس نمونده، چون گرفتار فقر شدن اینجا فرار کردن رفتن. دیگه امکانات نیست، امکانات مکتب ده اینجا نیست. یک مکتب است که او هم ناجور مانده به نام فیض محمد کاتب است، او هم نادرست مانده. این تحولات که وارد شد در افغانستان خلاصه مکتب ناتمام مانده کارش به نام فیض محمد کاتب. دیگه مکتب است، مکتب های شخصی است، اقتصاد مردم پایینه، به همزو جهت بچه ها بیکار است. فعلا اوتر امکانات برای مردم نیست که از اینجا بره یک ساعت در درس بره، یک ساعت را دور است، یک ساعت زیادتر. و دیگه اقتصاد هم نداره، اقتصاد پولی هم نداره که بره خلاصه در اونجا در شهر اتفاق دورتر. اون مکتب شخصی، مکتب دولتی یکی بود که او کارش ناتمام بود. دیگه مکتب دولتی فعلا نیست اینجا دیگه. بچه ها خلاص اکثرا بمزو جهت بیکار است. مردم هم وضعیت اقتصادش خیلی خیلی خراب است از نگاه اقتصاد، چون قبلا ما جاهای دیگه میشتیم، رگرشن میشتیم، باز به خاطر مشکلات اقتصادی خلاص اینجا آمدیم. و یه خانه ای که اینجا میبینید، این خانه را برادرم جور کرده و مرگ به خاطر که شما خلاص طلبه اید، اقتصادتان ضعیف است، فعلا اونجا بشینید. دیگه خودم توانایی خانه جور کردن نداشتیم. یعنی سنگ هم که میبینید شما اینجا آوردیم، یک دو متر سنگ تقریبا 6 مشته که اینجا سنگ مونده، توانایی حتی یک پای سنگش نداشتیم که میره درست کنیم که یک روز دو روز کار میکنیم، چون اینجا پولی نیست که پول داشته باشیم یک نفر کرا کنیم. آشار که مثل سابق حالا کس نمیه.
دیگر خلاصه فعلا هم کرای خانه که نیستم، حتی کرای آب و برق اینا برابر کرای خانه میشه. ترا حالا آوش مثلا متری 85 افغانی آوش است. به خاطر کرای خانه دوری اگر زندگی کنیم، کرای خانه اول کرای خانه شون از احتیاجشون برشتن میتونیم، چون حالا اولین چیزی که هست فعلا خرج مخارج خانه ضرور است. حالا مو که توانای خرج مخارج خانه را یک نفر نداشته باشه، چی خواسته باز کرای خانه را کشا کنه، چون مو یک درآمد مشخص نداره، کار وظیفه نیست، نه در حساب معلمی مو وظیفه داره، نه در حساب چی گرفتار از مشکلات. دو سه سالش تقریبا که قبلا یک ماش به اصطلاح از حوزه داشتیم، اون به خاطر مشکلات قد شده می شش می مشکل پیدا کرد، خلاصه درس خوانده نتونستیم، درس خوانده نمیتونیم، تاریک شد. البته دویش تاریک شده بود، حالا یک شمال کردیم دیگه، تقریبا 4 سالش تا توانی نداشتیم که عمل کنیم، مو هزینهش نداشتیم، در شفخانه شخصی خو 21000 چیزا میشد، هیچ اصلا چی نشد. منزین دولتی هم یک 10000 و 12000 مصرف میشد، اونا رو توان نداشتیم. باز اگر این ادامه پیدا کنه باز دیگه قابل خوب شدنم نبود و نیست. باز به موضوع خاطر 4 سال شده که درس 4 سال امتحان شده که درس سه خونه نمیشه، نه چون چیشم تاریک است. از یک طرف مشکل اقتصادی سر مردم فشار میاره، چون درس بس نه از مکتب است نه از مدرسه، مدرسه من دور است، من از اینج پیاده قبلا تا پول ساختر میرفتم درس دیگه، حالا کنجی نمیریم طرف های قلعه نو میرفتیم. باز حالا چیم زیاد تاریک شده فعلا هم رفته نمیتونیم در درس، چون به خاطر دیده نمیشه خدش، فقط هم صفحه کتاب دیده میشه و خد دیده نمیشه، همتر گوش میکنیم به اصطلاح به او قسمت. باز خوب درس که دیل آدم نشینه باز نمیشه. در رابطه با چیشم یک تقریبا یک 4 سال پیش هم تر شب بود، رفته بودیم یک جای، خلاصه از اون طرف که برشتیم از خطم طرف خانه می آمدیم، چیشم ناگهانی تاریک شد و در راه ما یک دانه چا بود، چا هم یک 4-5 متر 6 متر چقور بود، چای فاضلاب بود، البته خشک بود. اونجا افتیدیم یک چند دقیقه نیم ساعت اونجا ماندیم، ناگهانی چیشم تاریک شد. ما فکر میکنم تاثیر ضعیفی بود، چون ما زیاد پدروی که سر دادن بگرده بس که سر چشم فشار می، پدروی از اینجا گشت گذار می کنیم طرفی درس می رفتم یک ساعت، چون غذای خوب نان خوبم که مردم نخورن، یک ساعت پیدا بر، یک و نیم ساعت پیدا بر، حالا تا پلو سختره دو نیم ساعت پیدا بر، دو نیم ساعت هم سر 5 ساعت میشه، غذای خوب نان خوبم که نخره بس فشار می دیگه. خلاصه از این جهت بس ما فکر می کنیم تاثیر ضعف بود، ضعف نتوانی بس سر چشم فشار می، از اون طرف هم که بالاشم طرف کو خانه از مخسر کو اینجی بس فشار می، سر فشار که سر چشم اومد بس چشم پوست میده و خلاصه همزی جهت پرده تا کدن. بس یکشم پولش نداشتیم، خلاصه قرض کرده بودیم یک مادرم اینا، خلاصه یک 4 سال پیش قرض کرده بودن، از طرف یک شمل کردیم دیگه، امکانات نبود، خلاصه مرضای دیگه پیدا شد، شبخانم بسته شد نشد، فعلا هم دیگه شبخانه شخصی تواناییش نداشتیم، شبخانه دولتی پذیرش نداشت، حتی تا پارسال به خاطر مرض کرونا عمده بود، گفت فعلا تداوی نمیشه و دروازه در بسته، کسانی که چشم شهر عیبی که داره، حالا پرده داره، هر چیزی که داره، مرضایی که چشم باشه مربوط چشم باشه فعلا نمیشه. همین البته پارسال فعلا هم یک 8 ماه چیزا شده باش شده، مرضای چشم تداوی میشه در شفاخانه دولتی، حالا دولتی میگه بازم پول میگیره، کرایه موتور و بعض چیزای دیگه دوا و دیگه و دیگه، حتی اما عینک بعض چیزایش قیمت است تا 3000 هم عینکش دیگه پول میگیره، خلاصه از 5000 تا 12000 افغانی ده دولتی البته مصرف داره دیگه، لیزری البته دستی اگر عمل کند هم 8000 10000 چیزا مصرف میشه، باز لیزری برای شفخانه ده چیز شخصی ها که هسته باز 21000 15000 میگیره، اونام لیزری میکنه دیگه، امکانات نبود خلاصه پیدا نکردیم، چون حالا یک قسم میشته که از عهده خانه کس برشته نمیدونه، خرج مصرف خانه ده قیمتی که فعلا ده وضعیتی که
حداقل یک توانی یک بجور در مردم نداره. این سر ذهن که فشار آمدم سر چشمم باز فشار میاد، سر اصابم باز فشار میاد، باز همدی جهت مرض چشم باز پیدا میشه. قبلا هم مرض اقتصادی که اقتصاد پایین بود، ضعیف بود، همدی جهت هم سر چشم و فکر فشار آمده، مشکلات اقتصادی هم فشار آورده، مشکلاتی که بالا و پایین میشم پیاده 200 300 میرم هم فشار آورده. ما فکر میکنم تاثیر از اینا است، چون آدم حیران میمونه. گرش کرایه خانه نداشتیم اینجا، مور کرایه خانه نداشته باشین دوچار مشکلات اقتصادی باشین، درآمد مشخص نیست. بعضی وقتا یگان مورد دیگر پیدا شه، یگان قرآن چیزی بلا خراج دید دیگه، کدوم درآمد مشخص ندارم دیگه، فلان شهریه و چیزا فلان نیست، قد شده چون درس خونده نمیشه، درس خونده نمیتونم، چشم دوچار از مشکلات با. شده دیگه خانه برای خود توانای خانه جور کردن ندارم. این 8-9 سال شده این خانه رو که فلان اینجا میبینید، این خانه برادرم جور کرده، بخاطر گفت تو طلبه برو از کرای خانه حداقل بیغم شی. ما برای فعالیت در خانه از آقا سید آمدن برای خبرگیری از سید. در حقیقت تنها درد دلی عزیز آقا و مشکلی از آقا نیست، بلکه وضعیت و مشکلات سر تمام مردم هستند. در این روزا مردم زیاد زنگ میزنند، زیاد پیام میدهند، زیاد تماس تصویری و کتبی میگیرند که هر کدام از اونها از وضعیت خودشان شکایت دارند. و حتی بعضی میگه واقعا ما این شب نان خوردن خود نداریم. میگه طفلای ما در حال تلف شدن است. برای فعلا تعداد زیادی از خانواده ها، صدها خانواده ها شاید باشد که نان خوردن خود نداشته باشد و اونها در یک غم بسیار سختی به سر میبرد. و غم نان است که نان در دسترخوان خود ندارد و این یک واقعیت است و این یک حقیقت است که باید عزیزان ما، کسایی که واقعا توانایی دارید، به این وضع توجه کنید. واقعا وضعیت خطرناک است. ما میدانیم و وقتی که پیام میده، وقتی که تماس میگیره، چی با سوز، چی با اشک، چی با غم و اندوه مشکلات خود را بیان میکنه. واقعا وضعیت مردم غیر قابل تصور است. وضعیت مردم از لحاظ فقر و نداری در وضعیتی هستند که تقریبا احساس میکنم که اگر توجه نشد به سوی یک بحران برد، بحران انسانی. ما 8 نفر فامیل هستیم فعلا نمیده در سر کوه، و بچه کلان ما خودی داست تاست الگریشن. این نمیجی اقتصاد نیه دیگه، از او که مو مهاجر شدیم این نمیجی افتادیم کرایه ها و برق و حساب کتاب، کار بار نیستدم و مردم خود من پای دردم چوک بریم هم شمو رشته فیدیم هیچ برابرم نمیشه، نیه کار دیگه در عموم یک دم هم نیالی. اقتصاد نیه دیگه، نمیتر روزمره ای سوخیست که او سوخیست که باشه یک لغمه نان پیدا کنیم، بعضی وقت پیدا میتونیم بعضی وقت نمیتونیم. همین موسسایی که کمک از خارج میامام دم و یه میاسر نموشه در دسترس نوردیم دیگه، نمفهمیم که کی مخره کی نمخره. دم او مردمی غریبه که در مستری که نمیرسه، یعنی می بیچارا کلگی یعنی مسکین های نمی خانار که تسایی کنی کلگی تبا و در بدر. مردم مظلومیت بیچاره دیگه چی کنه، نمیزی افتاده دیگه. امیدی خدا گفته که خداوند علم چی از طرف خدا چی میشه. نیر خونوا قیمت شده، آردم بلند رفته، روغنم بلند رفته، مردم دیگه اقتصادم نداره. وان آلو پی بستر رو کس خریده نمیتونه، یا بشکه در لیتره دوازده لیتره
اونم پاکت پاگر رو یک بوتلک بوتلک اون مردم پرده خمونه دیگه از روی اقتصاد خو. نیک سابی خوره بگی تو برم یک پیپ روغن بگیریم یا یک بشکه 12 لیتره بگیریم اون چیزا از این سر کو خلاص است. فقط اون دم پاکر دیدیم که بوتلک دونم زو روز خور تیر مونه دیگه دو هفته با سه هفته با دیگه اقتصاد نیه در مردم آر چم همونتر مردم در دو سیر و یک سیر و دیگه بوجی بستر باز خریده بیتنه بیتنه اگر نتنه مو مردم خود یک سیر دو سیر رو پرده خمونیم دیگه از بی مجبوریت چی کنیم دیگه سلچی نکنیم دیگه اقتصاد نیه گیران شده حالی پیسه هم در جیب مردم نیه بازی که پیسه در شاید که بوجی هم بگیره پی بیروغن هم کلان بگیره از مو مردم و چیزا نیه میساها کل گیشه نمیترده حالی چیه کوکای خود که بگردی بابا چیش بردن هفت سال شد من مکتب نمانم اتیزد هفت سال شد هفت سال شد آن بابا یک روپه ندنه ما دور شده که ما خود ممریزم گای جان دردنه گای پیشتری دردنه دور شده بابا که میگنین چیش بردادره یک روپه ندره که بر دکتر ببره گای پیشتری دردنه اکسور سل شده بس دور شده که تمام جان مدردنه امشب خوابت نرفتم از باشه که چیز جان تمام جان مدر نکتم ما با امید پیسه نداره که مرد دکتر ببرم یک سران شروع شده ما با امید پیسه نداره ما هر روز سرم تخ مخلا داره و سو کسایی کنم داره و پشنیم داردنه اخدون جمعه که ما فهمید مونان خوشک به غرز داره خوشک دیگه ای چیزه داره که بخوری قلم که تب چکت ندارم یک دانه ساک که بلی مگو خریدت تو با دیمو خالی منده ما اکثر وقتا در ناامیدی زندگی میکنم در یه اصلا ناامیدی هستم فلان طرف که هستم باز حالت گیره پیش میه باز خود تغییر میدیم به یک وضع دیگه قد بعضی کسا صحبت میکنم پشت نفهمه که چرایی گیره و ناراحت دزی وضعیت میگم قرار گرفتیم چون توانه که نبود مجبور کردم در یه اصلا آمدی قرار بگیرم بازم باز وقتا که چی میشه در خانه میگم که میگه چرا خونجیگر و چی هستیم میگه چی کدوم گب نیست چون در یه در ناامیدی زندگی میگم نمزی فقر باز دوام نیم خدا که یک
خدا خودش بزرگ خیر، خدا مهربان، خدا بالای سر است. دیگه خدا خیر هرچی که رسان تر بود، خشک بود، اگه بود اگه نبود، به همزی حالت مجبوره که چون حالت اول سر از منه، سر کلی که در امومه، باز چون مو دمزی حالت که سر کل قرار گرفتیم، دمزی وضعیت مجبور دمزی حالت بمانیم.